درود بر شما. شما بیننده برنامه گفتگوی ویژه با دکتر اشرف غنی احمدزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در دوره دوم هستید. جناب دکتر اشرف، خیلی خوش آمدین به استودیو تلویزیون آریانا هرات. در ابتدا می‌خواستم از شما بپرسم که این دوره انتخابات نسبت به دوره اول انتخابات چگونه ارزیابی می‌کنین شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر از شما. سپاس. تشکر بسیار بزرگ از هراتی عظیم ما و از هموطنان ما که از ولایت غور، بادغیس، فرا و نیمروز هم تشریف آوردن. دور دوم یک انتخاب واضح بین دو تیم است. درست. از این جهت ابهام وجود نداره. هر هموطن ما به اساس ترازو و بررسی که دارن با اطمینان بین دو کاندید، بین دو تیم، بین دو برنامه و تصمیم میگیرن و اتخاذ میکنن و به این اساس یک صلاحیت واضح در ختم انتخابات انشالله تعالی به تیم تحول و تداوم داده خود شد، چون ما برنامه داریم که موجب رفع مشکلات و موجب یک آینده مسئول بر هر افغان خود شد. دقیقاً در قسمت مبارزه با فساد اداری چه پلان اساسی دارین شما؟ یکی از نگرانی اساسی در حال حاضر موضوع فساد اداری سر افغانستان. نقطه اولش است که ما نه به فساد دست خود زدیم نه فساد تحمل خود کردیم. درست. موضوعات مثل کابل بانک واره در دوران ریاست جمهوری ما رخ نخواد. ما اراده واضح سیاسی داریم که فساد تحمل نکنیم. دوم، سر عوامل بنیادی فساد فکر کردیم و بر رفعش اقدام کردیم. طور مثال قرارداد. قرارداد یک موضوعی است که موجب فساد بسیار گسترده شده، از دست اول تا دست ششم میرسه. تمام قراردادات متمرکز خواهد شد، یک سیستم بسیار شفاف با وجود خواهد آمد که در نتیجه از او حد اکثر دو مرحله قرارداد وجود داشته باشه. درست. و قراردادها به کسایی داده شده که در او اختصاص دارن و در این بخش شرکت های واضح ساختمانی به وجود خواهد آمد که با معیارهای مشخص منطقه و بین‌المللی مجهز خواهد باشن تا اینا در بدل کار قرارداد بگیرن. درست. نه در بدل ارتباط. مشکل زمین، چون دولت یک خلای توزیع مساکن داشته و کارت های منظمه، این خلا را با یک پروگرام منسجم خانه‌سازی و ایجاد مسکن که در او سکتور خصوصی و مردم سهم بگیرن ما پرخواد کردیم. قاچاق یک موضوع دیگه فساد استک. ما تعداد بنادر رسمی را در تمام سرحدات خود زیاد خواد کردیم و در نتیجه از این شارهای عمده مخصوصا سرک القوی را زیر کنترل بسیار منظم روزانه خواد گرفتیم تا تاجری که مالیه میته با تاجری که از رای قاچاق رفتار میکنه رقابت کرده بتانه. از این جهت هر بخش فساد برش یک طرح مشخص و واضح که عملی باشه فراهم کردیم. نکته بنیادی ما اتکا سر خود مردم. درست. میخواستم بپرسم جناب دکتر اشرف که در از دید شما در حکومت فعلی چه اندازه فساد موجود است؟ برداشت عام مایی است که فساد گسترده است، فساد مبدل به اکثرتان شده. جناب رئیس جمهور کرزی خودش ایره به صورت وسیع بار بار گفته، اما اینا رای چاره از ایره نداشتن. ما رای چاره را به صورت بنیادی سنجیدیم و تحمل نخواد کردیم و به صورت عملی ای سرطان از وجود پیکر افغانستان مبارک پاک خواد کرد. درسته. اتهامی بسته میشه که اکثر کارمندان ادارات دولتی در افغانستان اکثرا یک تعداد از او متهم به فساد هستند. آیا در تیم شما در صورتی که برنده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بشین از کسایی که در حال حاضر در حکومت هستند و متهم به فساد هستند جایگاه در حکومت شما خواهند داشت؟ جایگاه برای افراد که در فساد گسترده دست دارن نیست. نکته بنیادی ایست که از روزی که حکومت ما تشکیل شد هیچ نوع فساد تحمل نخود کردیم. تثبیت فساد در صورتی که شده باشه موجب ازی خواد شد که در حکومت ما کس جایی نداشته باشه، اما نکته بنیادی ما یک آغاز نو است. یک آغاز نوی که
ریشه های گسترده و عوامل بنیادی فساد ما از مملکت خود دور کنیم. درست جناب دکتر سیب، شما همواره در صحبت هایی که داشتیم در جمع هوادارهای خود تاکید سر پروژه های عامل منفعه و پروژه های کارساز تاکید کرده. میخواستم بپرسم قصدید شما چند پروژه اساسی در افغانستان وجود داره که باید کار اساسی در جریان 5 سالی که شما در صورتی که رئیس جمهور باشین سر روز تمرکز میکنن؟ نکته اول آبیاریس. درست. آب افغانستان امروز به صورت مفت به مالک همسایه میره و یا به شکل سیل‌های زیان‌آور به ما زیان می‌رسانه. هر قطره آب ما باید مهار شود و حداقل 20 بند متوسط تا بزرگ تا 40 بند چون بررسی آخر باید به صورت عملی شود، زیر کار گرفته شود تا زراعت افغانستان به پای ایستاد شود. حداقل 1 میلیون افغان از این جهت صاحب منفعت شده میتونه، چون ما 5 میلیون هکتار زمین داریم که با مقایسه دوره پیش از کودتای ثور امروز تحت ذره نیست. مسئله دوم که پروژه حیاتی ماست ایجاد خط ریل است که هر یک از شهرهای عمده افغانستان مثل هرات واره از نگاه خط ریل بعد مرحله اول ارتباط پونه به سرداد ما. بدون ازی مشکلات ترانزیت ما دوام دار است. در مرحله دوم در 5 سال دوم شبکه 4000 کیلومتری حلقوی خط آهن ما باید تشکیل شد، چون بدون از این صادرات عمده ما که سنگین است مثل مرمر واره یا مثل معدن ما واره صورت گرفته نمیده. پروژه سوم حیاتی ما پروژه شهرسازی ماست. ما میخواییم که حداقل 500 هزار مسکن ایجاد کنیم و 1 میلیون مسکن بعد از ظرف 10 سال ایجاد شد. مسکن باید قابل خرید در نسل جوان شد. نسل جوان باید بتانه در ظرف 10 سال کار منسجم در سکتور دولتی یا سکتور خصوصی صاحب مسکن شد که بتانه خانوادش جمع کنه. تجربه موفق دنیا را با هم جمع کردیم. در نتیجه از ایجاد مسکن در شهرهای ما، شهرهای ما باید قابل زندگی شود. درست. و این نکته است که حیاتی است از ایجاد. مسئله دیگه انکشاف معدن ماست. معدن ما بدون ایجاد سرک ها و ایجاد برق فعال شده نمیتونه. بنابرای هم مواصلات و هم تولید انرژی برق از آب باشه، گاز باشه یا زغال باشه یا باد باشه نقاط حیاتی است که پروژه حیاتی را دور هم جمع میکنه. و همچنین شبکه میدانهای هوایی ما باید به مراکز عمده صادرات زراعتی و صنعتی ما مبدل شده. هدف عمده ما ایجاد یک افغانستان صادراتی است و یک افغانستان ترانزیتی دهی بخش. درسته. جناب دکتر صاحب، موضوعاتی که شما مطرح کردن درست، بودجه از کجا میاد؟ با این مشکلات اقتصادی که دامنگیر دولت و مردم افغانستان است. درست. بعضی پروژه پول نمیخواه، اراده سیاسی میخواه. طور مثال پروژه عمده شهری ما ایجاب ازیره میکنه که مناطق غیر پلان شده پلان شده شد. شما در خود هرات شاهد هستین که عقب نشینی وقتی که صورت گرفت مردم به مراتب زیادتر مفاد دیدن و در مرحله دوم خودشان سهم گرفتن. این نوع را ما میخواییم در سر تا سر افغانستان عملی کنیم تا پروژه غیر پلان شده به صورت منظم بیه. هر جایداد شرعی که به اساس مشارکت مردم ایجاد شده چار چند زیادتر ما بینش مردم سرمایه گذاری میکنیم. بنابراین در تمام شهرهای عمده ما مردم ما سهم داشتن. متاسفانه خلای پالیسی اینا را به حالت دچار کرده که مناطقشان غیر پلان شده است. اراده میخواه. بخش زیربنا در قسمت اول ما تعهدات داریم از در چارچوب کنفرانس توکیو که سال 4 میلیارد دلار بر چند سال آینده در این موجود است. نقطه بنیادی جذب از این کمک ها به شفافیت، مؤثریت و مدیریت سالم کار دارم. این مدیریت از نگاه تجربه بین‌المللی ثابت کردیم.
و در دوران وزارت مالی اگه یادتان باشه ما تانستم پول نقد بگیرم و هر بار که ما پول نقد داشته باشیم پنج چند مؤثرتر کار کردن میتونیم. از این جهت است که قیمت زیربنا را ما باید پایین بیاریم، کیفیت زیربنا را باز بیاریم و این ایجاد یک مشارکت سرتاسری را میکنه با سکتور خصوصی ما و با یک قسمت پروگرام های دولتی مثل قوای کار دوست. که در ایجاد قوای کار ما میتونیم یک مسئولیت سرتاسری را ایجاد کنیم هم برای کارگر جوان افغان و هم با مشارکت با سکتور خصوصی. حداقل 8 شرکت ساختمانی ما باید به سطح منطقه و جهان از رای جوینت ونچر یا مشارکت باید مطرح باشن. اگه 8 شرکت داشته باشیم سال 1 میلیارد دلار که اوسط مصرف بوده از رای کمک های بین‌المللی در بخش ساختمان به سبب موفقیت انجام میشه. نکته دیگه، افغان ها پول داره. حداقل بررسی وزارت محترم مالیه است که 42 میلیارد دلار پول در دست افغان هاست که امروز در داخل افغانستان سرمایه گذاری نمیشه، پول است، سرمایه نیست. اگه 20 میلیارد از ایره ما در 5 سال آینده دوباره مسئول ساخته بتانیم، نتیجه از این موازی به 50 تا 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری بین ملی است. این قسمت مسئول ساختن از این چطور؟ مثلا تامین امنیت؟ تامین امنیت نقطه اول است، چون فرهنگ اختطاف رو باید از بین ببریم. دوم فساد اداری است. امروز اگه یک کارمند دولتی میخواه یک تاجر رو بگوید که 30% یا 40% یا 50% شرکت تا به ما بده، غیر از اون به کار نمیگذارم، یا تهدیدش میکنه به اختطاف یا فشار میرسش، فضای مساعد نیست. ما این فضای مساعد باید به وجود بریم و سوم پالیسی های باید داشته باشیم که مفاد مشروع بر تاجر، مالیه بر دولت، کار بر جوان و فضای زدودن فقر بر فقرهای ما فرام شد. همچنین جذب سرمایه بین المللی است. خلیج، ممالک عربی خلیج سر بازار آزاد در قسمت مسئولیت غذایی خود باور ندارن. اینا حاضر هستن زمینای بایر ما را در چارچوب قراردادهای 30 ساله به صورت بنیادی انکشاف بدن و پس تمام تأسیسات به ما تأمین کنن و همچنین یک قسمت خدمات مثل میدانهای هوایی ما یا پایپلاین ها از طرف سرمایه‌گذاری بین‌المللی در صورتی که نظام بتانه شفافیت و مؤثریت داشته باشه انجام شده میتونه و این نکات است که ما جذب کرده میتونیم. و نکته دیگه، ما که بار بار سر افغانستان ترانزیتی و مخصوصا نقاط کلیدی مثل هرات واره تاکید میکنم، از جهت عزیزتک که موقعیت ما که برای زیاده از 150 سال یک مشکل عمده بر ما بوده، در ظرف 20 سال آینده انشالله و تعالی به یکی از مهمترین منابع ثروت ما مبدل شده میده. چون اگر افغانستان ترانزیتی میتونه میلیاردها دلار از نگاه ترانزیت بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی، آسیای شرقی و خلیج پول پیدا کنند و زمینی فراهم کردن از این پروژه های زیربنایی است که پیشتر گفتید تدوین شده هم بعضی موضوعات و در قسمتی که گفتن که برخی از کشورهای عربی، یعنی در این مورد صحبت های ما صحبت های کردیم به تفصیل، در این بخش ها بررسی های کردیم و در عین حال ایجاد فضای کار برای کارگرای ما در مراحل اولیه، در سارهای اولیه تا ما بتانیم مارجین خود پس جذب کنیم و وضعیت اقتصادی را انکشاف بدیم، امکانات صادر کردن کارگرای ما به صورت منسجم هست، اما ما میخواییم که اینا به صورت کارگر غیرفنی نرن، کارگر تولید، کارگر نیمه مسلکی و مسلکی. هدف عمده ماست یک کارگر افغان امروز در ایران یا در خلیج 5 سال میگیره که از حالت نیمه مسلکی، از حالت غیر مسلکی به نیمه مسلکی بدل شود. ایره میتونین در ظرف 6 هفته تا 6 ماه ایجاد کنین. ما باید سر افغان، سر جوان افغان، مخصوصا جوان افغان که از نعمت سواد محروم بوده و از شرط تعلیم محروم بوده، باید سرمایه گذاری اساسی بیم تا ظرفیت از اینا با اگر 500 هزار کارگر در بیرون داشته باشیم و اینا مسلکی باشن، فکر کنین
مقدار خانواده هایی که از اینا نفع برده میتونن و چی مقدار است، و در عین حال زمینه فعالیت سرتاسری جوانای ما را در ایجاد یک اقتصاد شکوفا موجب از این میبینیم که یک طبقه متوسط قوی البنیاد به افغانستان وجود دارد. این طبقه متوسط قوی البنیاد ضمانت دموکراسی است، ضمانت مردم سالاری است، چون در یک طبقه متوسط قوی البنیاد تفاوت نیست، مردم خود به صورت مساوی میبینن و ایجاد این طبقه متوسط یکی از اهداف عمده اقتصادی است. درسته. تشکر جناب دکتر صیب. شما در اکثر صحبت هایی که داریم، مشاور هایی که میدین، مسئله برابری مطرح میکنن. در مسئله برابری، مسئله رفاه اجتماعی مطرح است. چگونه میتونن آنچه که در هرات به عنوان رفاه اجتماعی مطرح است، ایره در دایکندی شما برابر کنین، یا در ولایت غور، بادغیس، در این ولایت چگونه میخواد؟ نکته اول میست که هرات ضد دایکندی و غور و بادغیس قرار نده. واحد پلانگذاری ما زون هاست یا حوزه هاست. درست. هرات یک نوع انکشاف داره، دایکندی و غور و فرا و نیمروز نوع دیگه. ما میخواییم در مرحله اول ثروتی که در هرات موجود است و ظرفیت است برای بهبوده تمام منطقه است بهش استفاده شد. وقتی که سرک حلقوی تکمیل شد، بادغیس با هرات ارتباط طبیعی وصل میکنن. فرار ببینین، امروز تولیدات زراعتیش از خاطر سرکی که ما در دوران وزارت مالی موفق شدیم که ایجاد کنیم، موجب ایجاد ثروت شد. نیمروز با ایجاد ثروت بندر، امروز زرنج یکی از شهرهای بسیار عمده افغانستان مبدل شده. ثروت هرچی زیادتر بسازین، مقدار سرحدات رسمی را زیادتر کنین، موجب انکشاف زیادتر بشه. انکشاف غیر متوازن موجب نابرابری شده. این نابرابری در چارچوب زمان حل میشه، فورا حل نمیشه، اما هدف باید ایجاد شرایط باشه که هر ولایت شرایط انکشافش بسنجیم. خوبی در چیست؟ خوبی در ایست که منابع طبیعی وافر طور مثال در بامیان وجود داره، در غور وجود داره، در بادغیس وجود داره، در فرا و نیمروز وجود داره. استفاده از این منابع بکر موجب از این میشه که در آینده ما به طرف پیشرفتی ببینیم که در طول زمان شرایط بهتر شد. تشکر جناب دکتر صاحب. بعد از اینکه همکارا اشاره میکنن وقت بسیار کم است، چند موضوع میخواستم بپرسم. این که وقت واقعا کم است، چون یک گروه، اگه یک سوال آخر داشته باشین، چون یک گروه بزرگ هموطنای ما منتظر ما هستن. من یک سوال میکنم، دو سوال دیگه مطرح میکنم. یک سوال، یک سوال. درست. خلاص میشه. میخوام بپرسم دکتر صاحب که سهم مردم هرات در حکومت شما تا چه اندازه خواهد بود؟ چون همیشه مردم در هرات انتقاد داشتند که دولت آقای کرزی آنچنان به هرات توجه نکرده. این یک موضوع. موضوع دیگه که یک سوال دو چیز داشته نمیباشه. کوتاه. اگر در انتخابات ریاست جمهوری برنده بشین، صحبت شما با رقیب شما چگونه خواهد بود؟ اگر بازنده بشین، صحبت شما باز با رقیب شما چگونه خواهد بود؟ سه سوال کردین، تنها یک جواب میتونم، هر کدوم شک میگین یک شب انتخاب کنین. اگر هر سر جواب بده میترسه وقت میخواد کوتاه جواب بده. من منتظر هستم. سوال اول از همه ایراد. خب ایراد یک قوی بشری عظیم داره. درست. ایراد امروز از کابل در قوی بشری خود کمی نداره. درست. بنابراین چند نکته اساسی به کار است. یک، سهمگیری مردم ایراد در تمام نقاط دولت در کابل به اساس کفایتشون خود. درست. و این موجب از این میشه که ما میارهای روشن مشارکت بگذاریم و به اساس فضیلت اقدام کنیم. کادرهای تخنیکی را که ما با وجود خوردیم این زمینه را تامین خواهد کرد. دوم، ما میخواییم که صلاحیت ها از کابل انتقال کنه به ولایت ها. 40% بودجه ملی را ما به ولایت ها انتقال میدیم و ظرفیتی که در هرات وجود داره موجب از این خواهد شد که هرات بتونه و هراتیا بتونه یک قسمت تصامیم اساسی را بگیرن. طور مثال ما تعهد واضح داریم که تمام شاروالی ها در ظرف 2 سال انتخابی خواهد شد. و نه تنها شاروالی ها رو میخواییم انتخابی کنیم، میخواییم صلاحیت های شاروالی ها رو وسیع بسازیم. شاروالی های ما به شمول شاروالی کابل صلاحیت های نهایت محدود دارن.
جوابگوی شرایط شهروندی قرن 21 نیستن. ولایت تعریف حکمی نداره، ولسوالی ما تعریف حکمی نداره. ما میخواییم یک چارچوب واضح صلاحیت ولایت ها موجود باشه، نه تنها از ولی ها، و به این اساس برای قریه، برای ولسوالی، برای شاروالی و ولایت یک پروگرام منسجم مثل همبستگی ملی واره که برای قریه های افغانستان اساس مساوات و سهمگیری گذاشت، برای هر کدام از این تایه خود کردیم تا سهمگیری واضح شد و یک قسمت تصامیم به صورت واضح در سطوح مشخص ملی گرفته شد و همه چیز منتظر وزارت ها نباشه. نوع ارتباط وزارت ها با ولایت ها به صورت بنیادی فرق خواهد کرد، به این معنی که وزارت های سکتوری بعد از این بودجه های ولایتی خود را به وزارت محترم مالیه خواهد دادن و وزارت مالیه راستنی بودجه را به ولایت ها انتقال خواهد کرد تا کاغذ پرانی به صورت اساسی از بین بره و ظرفیت که هرات داشته از پیش. و دیگه چون عرض کردم که حوزه پلانگذاری اقتصادی ما حوزه های یا زون هاست، به این اساس از ظرفیتی که فعلا در هرات وجود داره برای ولایت های همجوار و تولید ثروت مشترک و رشد مشترک استفاده از می خواهد. معامله هیچ جایگاهی در حکومت شما نداره؟ معامله در حکومت ما جای نداره، مشارکت جای داره. ایجاد یک حکومت فراگیر ملی هدف ماست تا بتانیم به اجماع برسیم. تشکر از شما جناب دکتر سبشف قنی امزای نامزد انتخابات ریاست جمهوری. تشکر از شما. خواهش میکنم. سلام. بخیر باشید. تشکر. معذرت میخوام از خاطر چند هزار نفر معطل هستن. نه خواهش میکنم، مشکل نداره. من میفهمم شما زیادتر بیننده دارین، مگر نیم ساعت ما در عمر از داد قنا وقت نبودیم. نه تشکر از شما. بیننده عزیز، این بود گفتگوی ما با دکتر اشرف غنی احمدزی، نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری که از استودیوی آریانا هرات تقدیم شما شد. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.